درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز دوشنبه است و 22 از ماه اوت آگست، بله، در روزهای دوشنبه مدت یک ساعت نیم حضور شما هستم. امروز هم همچنین و امروز ممکن است ببینیم سخن چگونه پیش خواهد آمد. با عرض پوزش سر صدا کرد چه پیش خواهد آمد، ممکن است که خطها رو باز کنیم با شما هموطنان گرامی صحبت. معمول ما در این چند هفته گذشته این بوده است که دیوان شیخ اجل سعدی رو میآوریم اینجا، یه قطعاتی، غزلی، چیزی، لطیفه‌ای از این بزرگوار میخوانیم. دیوان سعدی به خصوص گلستان کتاب درسی ایرانیان بوده است برای قرنها، برای قرنها. و من شنیدم وقتی که این در واقع ممالک میشود گفت یا ایالات بزرگ از ایران جدا شد و ماورا ارس، تا دراز مدتی مردم اونجا به همین سنت ادامه میدادند و این گلستان سعدی رو به فرزندان خود میآموختند که زیباتر از این کتاب در زبان پارسی یافت نشده است و کتابی که بشود، کتبی که بشود با او مقایسه کرد با این کتاب، شاید کلیله و دمنه باشد و چهار مقاله نظامی عروضی سمرقندی و یکی دو کار دیگر. اما صدرنشین همه به لحاظ هنری البته سعدی است. یک حکایت میخونم خدمتتون، حکایت 11 هست از گلستان. میفرماید در جامع بلبک، جامع که میگوید در واقع مسجد جامع که میگفتن، جامع بلبک که بعد شد مسجد نمیدونم جمعه، هر شبت که این یه کامپلکس بزرگی بود که فقط مسجد نبود، حمام بود، بازار بود، مدرسه بود، در اونجا طلبه ها از بام تا شام بودن، حجره ها داشتن، یک تشکیلات بزرگی بود، فقط مسجد نبود. گفتن جامع بلبک، جامع کرمان مثلا، فرض فرمان، جامع یزد، بله اینها، و هنوز هست. ببینید ما در ایران همه چیز رو خراب کردیم یا خراب کردن، اما اگه تشریف ببرید هندوستان میبینید مثلا برای رفتن به، عرض کنم که اون ساختمان مشهور، مشهور سرپرای عشق ساخته شده است، اونجا میرسید به بلند دروازه اکبر شاه که شاه بزرگی بوده، اکبر کبیر، در اونجا بلند دروازه یک جامعه است، دیدنی است. هنوز این در واقع حجره ها هست، قفله ها که زدن این طلبه ها چند قرن پیش اونجا هست و دیدنی است، دست نخورده. حمامش هم اونسوس و همچنین بوده است. عرض میکنم که مدارسی که میساختن. باری در جامعه بلبک وقتی کلمه ای همی گفتم به طریق وعظ، با جماعتی افسرد دل مرده، ره از عالم صورت و عالم معنی نبرده، دیدم که نفسم در نمی گیرد و آتشم در هیزم تر اثر نمی کند. دریغ آمدم تربیت ستوران و آینه داری در محلت کوران، ولیکن در معنی باز بود و سلسله سخن دراز، در معانی این آیت که و نحنو اقرب و الیه من حبل الورید، سخن به جایی رسانید که گفتم بوس نزدیک تر از من به من است، وید مشکل که من از وی دورم. این که و نحنو اقرب و الیه من حبل الورید خیلی مشهور، شنیدید؟ یعنی من از تو، از رگ گردن به تو نزدیکترم. و سعدی آورده است دوست نزدیکتر از من به من است، وین مشکل که من از وی
دورم چه کنم با که توان گفت که او در کنار من و من مهجورم. من از شراب این سخن مست و قدح در دست که روندی بر کنار مجلس گذر کرد و دور آخر در او اثر کرد و نعره‌ای زد که دیگران به موافقت او در خروش آمدند و خامان مجلس به جوش. گفتم ای سبحان الله، دوران با خبر در حضور و نزدیکان بی صبر بی بصر، دوران با خبر در حضور و نزدیکان بی بصر دور، دوران با خبر در حضور و نزدیکان بی بصر دور. فهم سخن چون نکند مستمع، قوت طبع از متکلم مجوی. فسحت میدان ارادت بیار تا بزند مرد سخنگوی گوی. اینم یک داستان کوتاه از استاد سخن سعدی. عرض می‌کنم که ما اینا رو می‌خوانیم که یادمون نرود کی هستیم. باری در جلسه گذشته چند سوال شد، من چیزی یادداشت نمی‌کنم. کلاً در طی همه این سال‌ها که از 30 سال افزون هست، ما هر جا سخن گفتیم به قوت حافظه بوده، مثل که آرام آرام بایستی قلم و کاغذ رو برداریم و وقتی که به حافظه تکیه می‌کنید بعض اوقات چیزهایی فراموش می‌شود. دوستی پرسیدن که آقا این چیزهایی که ما می‌بینیم از شعرهای گذشته به عنوان تصویر آنها، آیا اینها منشأی دارد؟ عرض می‌کنم خدمت شما که خیر، نه ابدا، اینها تخیل نقاشان به وجود آورده و اون چی از فردوسی است مشهور است که کمال الملک قفاری که نقاش بزرگ دوران قاجاری است و او رو تبعید کردن به نشابور، در پایان عمر و در غربت فوت شد این مرد بزرگ. خواب دید فردوسی آمده است کنار پنجره و او رو دیده و صبح پا شده، قلم در دست گرفته و این تصویری که ما به عنوان فردوسی میشناسیم اون کشیده. به خاطر این که در اسلام عزیز نقاشی و مجسمه سازی و سایه هنرها حرام بوده. خب حرام بوده، هر شبت به همین دلیل ما از پادشاهان هم نداریم. تا مرز ساسانی، تا مرز پایانی حکومت ساسانی، ما میدانیم که پادشاهان ساسانی چگونه بودند. اینها چه هیبت و هیئتی داشتن، چون اینها روی سکه ها عیناً چاپ میشد. امپراتوران روم چه شکلشون بر چه وجه بوده. اما این اسلام عزیز که آمد اینها را حرام کرد. حرام که کرد فقط چیزهای قرآنی می نوشتند و اینها چه زیبا می بود، چه میزان خوب بود. اگر که ما امروز تصویر محمود غزنوی رو بر سکه داشتیم، عین خودشون نقاشان می کشیدن و بعد اینها رو نقر می کردن و روی فلز فروی فولاد و بعد اینها سکه که میزدن این چیز فولادین رو، نقش فولادین رو میزدن روی فلز نرم مثل طلا و نقره و میمان. و نداریم، هیچ کدام از اینها حقیقی نیست، هیچ کدام از اینها درست نیست، هیچ کدام از اینها هر کسی به خیال خودش چیزی ساخته، گفته این حافظ، این مسعود سعد سلمان، این نمیدونم حاجی کرمانی، اینا چیزهای حقیقی نیستن. عرض می شود که از گذشتگان فقط از حضرت علی عرض می کنم که کرم الله وجهه یک راهب نصرانی کشیده که این در یک موزه است و با توصیفاتی که طبری از ایشان کرده خوب می خواند. یعنی گردن کوتاه و ماهیچه های اونچنانی و شکم بسیار بزرگ و اینها، خودش یه چیز هولناکیست. اینها فقط از ایشون هست، دیگه در چیزی تیش تصویری نیست. این یکی. دیگر این که پرسیدن آقا این مجسمه فردوسی که در میدان فردوسی بود، یه بچه اون پایین بود، این بچه چه کاره است، این کیه؟ اینها عرض میکنم که 3 بار یا 4 بار، نمیدونم چند بار، این مجسمه عوض شد. اول فردوسی نشسته بود، این آخوندها یه چیزی کتابی دستش بود،
آوردن بعد دیدن خیلی افتضاحه، اینو کندن گذاشته بودنش تو دانشگاه تهران، من دیده بودم یه جایی یه گوشه. بعد دوباره ساختن، بسیار با شکوه بود، کتاب در دست، یک نعره زده بود، دست رو بلند کرده بود، اومدن گفتن آقا این انقلابی، ممکن مردم رو داره به انقلاب دعوت میکنه، آقا اینو بکنیم. بعد یه چیز قوزی درست کردن ها در حالت تسلیم، کمرش هم خم بود، یه بچه هم پاش بود اونجا، فکر کنم همین باید باشه هنوز که این حالت گردن کشی رو در مردم ایجاد نکنه. مگس رو نعل میکردن آقا، مگس رو نعل میکردن که نکند که داره میخواد دولت رو سرنگون کنه. بله این گذاشتن اونجا. بله علی رو نشون بدین لطفاً. بله این تمثال مبارک مولا علیست. حالا تجسم کنید که ایشون یک شمشیری هم پهنی هم دستش آمده دم در، میگه مسلمون میشی یا نمیشی. من که میگم که به جان عزیز خودت قسم به همون ماهیچه های در هم پیچیده که گردن 700 نفر رو در یک روز میزنی، که مسلمون که میشم هیچی، هرچی تو بگی من میشم. نکنه که این قمر رو ببری بالا. شکمها دریده این مرد، سرها بریده، رئیس کل داعش بوده، خلاصه داعش اولیه. بله خوب شد پیداش کرد، از کجا آوردی؟ درود بر تو. ماشاءالله میگوین حضرت فاطمه سلام الله علیها گفته است که پدر منو به زشت‌ترین عرب دادی. باری میگفتیم اومدن و این فردوسی رو نمیدونم کی چه بخت برگشته این رو درست کرد، گذاشت یه بچه هم گذاشته اون پایین. اینا این بچه مثلا کودکی زاله، خب بگو مرد حسابی، تو که رفتی مجسمه فردوسی به تو گفتن بسازی، که نمیدونم کدام سفیه بودی، این کودکی زال به فردوسی چه رفتی داره؟ میتوانستی مثلا چهره رستم رو بگذاری، میتوانستی نمیتونم از توس یک چیزی بذاری، از گیب، از کیخسرو، کودکی زال گذاشتن اون پا که تلطیف بکنن مجسمه رو، کسی فکر انقلاب نیفته به دستش. بیار نشون بدین لطفا. بله همین است، خودش است، کودکی زال. میترسیدن آقا، یه روزگاری بود که از مجسمه هم میترسیدن. بله این حکیم ماست و اینم کودکی زال. اون بچه مشهور بود که کودکی زاله، من نه چیزی در این باب خواندم نه نقدی دیدم از این کار. و اینم سوال دیگری بود که جوابم عرض میکنم که یک کتابی چند روز از وقت ما رو به خود مشغول کرده و اون خاطرات هوشنگ ابتهاج هست، مشهور به سایه. این آقای ابتهاج عرض میکنم در کارخانه سیمان کار میکرد، ناگهان سیمان ها رو رها کرد و ساز رو به دست گرفت. میگم حالا ساز رو به دست گرفت به طنز عرض میکنم، شدن در رادیو یه کاری خیلی مهمی، شدن از مدیران رادیو بیاورید بله جبین مشعشع سایه رو بیارید. سایه از شاعران بسیار خوب ماست و عرض می کنم که غزلهای بسیار دلاویز دارد. پاره ابیات این غزلها رو آدم نگاه می کنه متعجب می شه که در عصر جدید به این بلاغت و به این زیبایی عرض میکنم که یافت نمیشود. از کجا آورده سایه واقعا؟ یا نشون بدید. بله غزلهاش خوبه، خیلی خوبه. عرض کنم ابیاتی مثل فتنه چشم تو چندان ره بیداد گرفت، که شکیب دل من دامن فریاد گرفت. واقعا زیباست. یا فرض فرمایید خون هزار سر به دلاور به خاک ریخت، ای سایه های های لب جویبار کو. اما بسیاری موارد هم
یا شاید بگیم بعضی موارد هم عامیانه میزنه، خیلی عوامانه میشه شعر. و تا اونجایی که به سبک سخن مربوط هست، عرض کنم که بعض اوقات انسان رو به یاد محتشم و کلیم کاشانی میاندازد، یعنی از نظر مضمون سازی به سبک هندی میخورد اشعار ایشون، و در بسیاری موارد به سبک عراقی. اما شاعر مهم روزگار ماست، از شاعرهای مهم روزگار ماست و احترام او واجب و لازم. یک مثنوی یک روزگاری من شنیدم، نمیدانستم آقا اینجا آمده بودیم، ما 24 5 سالم بود 26 سال اینها گوش کردم، دیدم عجب مثنویه، این از مثنوی هم فصیح‌تره. البته اون عمق مثنوی رو نداره، اون حال مثنوی درش نیست، ولی بلاغتش فوق العاده است. در رخ لیلی نمودم خیش را، سوختم مجنون خامندیش را، میگرستم در دلش با مهر دوست، او گمان میکرد اشک چشم اوست. بله، من همی کندم نتیش کوه را، شیرین میکند اندوه را. بیانداز زیبا، بسیار زیبا. از غزلشون که بگذریم و اینا، که در این باب مفصل من خدمت شما سخن خواهم گفت، به جهت اینکه این کتاب منتشر شده و من نقل قولها میشنوم از این کتاب، این نقل قولها غلط هستن، اشتباه هستن. هر شبت که دو یه آقا و یه خانم محترم وقت بسیاری صرف کردن، رفتن خدمت آقای هوشنگ ابتهاج، بله، ه الف سایه، ایشان به این معنی شهرت داشت، از توده های قدیمی است، و با ایشان مکالمه کردن، اینها رو یادداشت کرد. دیدم که میگوید این رادیوچی ها، کیا رو رادیوچی میگوید؟ آدم های بزرگی مثل علی تجویدی و حبیب الله خان بدیعی و عرض میکنم مهندس همایون خرم، رادیوچی ها به حالت توهین. من متحیر متعجب شدم. بعد برداشته اینجا ما جغله برده اونجا، که حالا از بین اینا آدم های شاخص و برجستن بودن، اما نه چنان بودن که ایشان میفرمایند، نه چنان بودن. آقا شما خدا رحمت کند این مرحوم لطفی رو. لطفی یه چند سالی تارزن نیرومندی بود، چند سال اون هم، به معنی که پاش گذاشت خارج تمام شد. شما چند آهنگ ساخته لطفی به یاد دارید؟ چند چهار مزراب از ایشون هست؟ چند ملودی ابتکاری از این آقا مونده؟ من که تعداد زیادی نمیشناسم. از اون قابل قیاس نیست، قابل قیاس نیست که کارهای ایشون با کارهای استاد شهناز، قابل قیاس نیست. بعد به اینا میگه رادیوچی ها، و طوری صحبت کردن این و شاگردانش که گویی مثل اونجا محل فسق و فجور و فساد بوده، هر چیز با ارزشی ساخته شد توسط همین استادان بودن در روزگار پیرنیا. اصلا کارهای شما قابل قیاس نیست آقای افسایه با کارهایی که مرحوم پیرنیا کرد. اصلا شما آشنا نبودید با موسیقی. استاد شهناز به مخلص در باب عظمت درک مرحوم پیرنیا میگفت آقا داستان به این وجه نبود، داستان خیلی خیلی دقیق مورد مطالعه قرار میگرفت، یه قطعی قرار بود پخش بشه. گفتم چطور استاد؟ گفت ببینید، مثلا من تار میزدم تهرانی یا امیر ناصر افتتاح، میومد آقا با همون لحجه شیرین اصفهانی یک ضرب میزد، پیرنیا از اتاق اون سو گوش میکرد، میومد میگو آقا صدای این ضرب با صدای این تار همخوانی ندارد. سه تا چهار تا ضرب عوض میکردن، میگفت آها حالا صدای این ضرب با صدای این تار با هم همخوانی دارن. میگفت داستان انقدر جدی بود برای مرحوم پیرنیا، و این مرد تا این حد ذوق داشت. استاد ذوالفنون خدا رحمت کنه این بزرگوار رو، که من بارها در باب این استاد محترم از دست رفته صحبت کردم، ایشون میگفتن ما
کنسرت گلها، ارکستر گلها. گفت من جز ویولنیست ها بودم، یک آهنگی بود میزدیم، من یک ذره یک لرزشی روی این سیم از خودم ابدا کرده بودم. گفت گوش پیرنیا گرفت آمد، گفت ساکت نزنید. گفت یه نفر داره یه کارایی با ویولنش میکنه، آقا نکنید، اون کارو نکنید، همون نوتی که جلوتونه لطفا بزنید. یعنی اونقدر اون مرد دقیق بود، این همه کارهای با ارزش که در روزگار پیرنیا شد که همه به نام گلها معروفن، گلهای صحرای، گلهای جاویدان، چندین نوع عرض میکنم در طی این سالها که اون بزرگ بود، همه کارهای بزرگ و ماندگار که در روزگار ایشان شد، در روزگار شما کار اون چنانی که ما بخوایم با اونا قابل مقایسه باشند که نیست، که نبود. شما هم که با موسیقی آشنا نبودید که عزیزم، که ای استاد محترم این چه حرفایی زدید، گل پایگانی تحریرا را وارونه میخوند. این رو بیایید برای مردم معنی کنید تحریر وارونه چیست، خودتونم یه تیکه بخوانید ما ببینیم تحریر وارونه چیست. آقا هرچی در باب اکبر گل پایگانی گفتن انگیزش فقط حسادت بود، چون زمانی که این مرد اومد مثل یه خورشیدی بود که طلوع کرد و در واقع همه رو تحت تأثیر گذاشت، همه هاجواج موندن که عجب صدایی. بعد رفقای خودش از خوانندگان بسیار بزرگ و مشهور، من تعجب کردم در سال 1976 در این هتل مشهور نیویورک رسید، عرض شود که ما هنوز آشنا نشدیم با هم، استاد شهناز ما رو معرفی کرد و هم اینها، این خواننده بسیار بسیار معروف که مورد احترام بنده است، شروع کرد پشت سر اکبر گلپایگانی بد گفتن و اینها، که یعنی زد به ذوق من در واقع، میگه خود عقب نشستم که یا حال العجب این چه داستانیست، چرا؟ فقط اینها مایش حسد بود و یک چیزی رو رایج کردن در باب گلپایگانی که بله آقا اون استادش، استاد اصفهانیش، عرض میکنن که برومن نورعلی خان گفته چرا رفتی خوندی، تعلیماتت کافی نبود. مخلص چهار مصاحبه با گلپایگانی در برنامه آقای مهری انجام دادم، یعنی آقای مهری بزرگوار ما، گفتن آقا من چون هیچ گونه آشنایی با موسیقی ندارم خواهش میکنم این مصاحبه رو شما انجام بدید. سالیان پیش من پرسیدم، گفتم آقای گلپایگانی، هی میگویند، گفت آقا این هفت دستگاه موسیقی ما داریم که دوتاش منسوخ شده، حالا من چند سال باید، من 7 سال نمیدونم یا 8 سال رفتم زانو زدم پیش نورعلی خان و اینا رو یاد گرفتم، حالا انتظار دارین 150 سال من نمیرفتم چیکار میکردم اونجا، نشستم ردیف یاد میگرفتم. تازه ردیف به چه درد میخوره؟ و بله، گفت یک شب در فلان جا بودیم، پیرنیا بود، من خوندم، گفت میخوای بیای رادیو، گفتم به از خدا میخوام، گفت بعد دیگران، از دیگران شنیدم در رادیو که پیرنیا بیوه میپوشید و میمد، گفت اونی که میخواستم پیدا کردم، اونی که میخواستم پیدا کردم. و گلپایگانی آمد به محضی که خون مثل بم منفجر شد و اون چه گفتن در باب او زشت گفتن، اینا انگیزه جز حسادت نداره. متاسفانه در عالم هنر حقد و حسد بی اندازه هست، ای کاش نمی بود، حتی در کلیله و دمنه منعکس هست، به خصوص در باب نوازندگان و خوانندگان تکیه کرده نویسنده کلیله که یک حکیم هندی بوده مربوط به چند هزار سال پیش، که اینا به هم حسد دارن و این سه گروه مدعی استادی هستند و اینها. بله اینا نگفته، بله این گلپایگانی آوازا رو وارونه میخوند. آواز وارونه یعنی چی؟ پس مردم ایران همه دیوانه بودن؟ آقای سایه خدا حفظتون کنه، یه 100 سالی دیگه به شما عمر بدهن، غزل های خوب بگویید، اصلا خودتون تحریر بفرمایید، تعریف کنید آواز وارونه یعنی چی؟ تحریر وارونه مگه دارین؟ و این کتاب نیاز به یک نگرش دقیق و یک نقد بیدروغ، نقد بینقابی دارد و باید این کار را انجام داد
و در بابش سخن گفت، در باب تمام از کنم که زمین آسمان ایشون اظهار نظر کرده، از ناصر خسرو بگیرید تا سعدی و منوچهری و غیره و اینها، آدم تعجب میکنه و هیچ کنیم دارم نخونده در باب شاهنامه نظر میکنه. من قسم میخورم به روح، به ریش پرخون حبیب ابن مظاهر که این شاعر بزرگوار ما یک بار شاهنامه رو نخونده، اما اظهار نظر میکنم. اظهار نظر هم عوامانه است. باری یک نقدی دیدم از اظهار نظرهای ایشان توسط آقای دکتر ایرج پارسی نژاد که بسیار دقیق بود، بسیار محترمانه متین و دقیق بود. فکر میکنم در سایت ها میتوانید پیدا کنید، در باب بخش اظهار نظرهاییست که ایشان در باب ادبیات کردند و اینها. از این مطالب گفت این سخن پایان ندارد ای جواد، خط کن و الله اعلم به رشاد. و وقتی همه کتاب خوندم میاریم اینجا، خیلی خیلی جالبه، براتون تحلیل میکنیم قضایا را. اجازه بفرمایید که ما به یک موسیقی انتخابی گوش کنیم که سپهر انتخاب میکند. سپهر جان بفرمایید. هموطنان عزیز، نگاهبان برنامه‌های سرزمین جاوید شما هستید. این مجموعه فرهنگی را به طور مستمر یاری دهید. تلفن پشتیبانی 818-345-0607. سپاسگزاریم. با درود بر شما هموطنان گرامی. بله، یک مطلبی رو دوست بزرگواری به یاد من انداختن در باب همین اظهار نظرهای آقای صاحب و موضوع اکبر گورپایگانی و اینها، که آقا ایشون میرفته کاباره میخونده. ای بابا، نه اینکه خیلی شما حقوق زیادی میدادین و همه هنرمندان ایرانی در ثروت غرق بودند، آقا اینا گرسنگی مردن، بزرگان اینا گرسنگی مردن. از قمرالملوک بگیرید تا برادران محجوبی، اینا عملا گرسنه بودن. استاد سبا رو یک زمانی حقوق معلوم کرده بودند که نمیدونم مایس به ماینم 100 تومن چقدر، همین حدود مرتضاخان ورزی برای من اینا رو که مفصل میگفت. و یکی رو گذاشته بودن رئیس رادیو که اسمش الان من یادم رفت و اینا، گفته بود هر کسی حقوق میگیرد هفت صبح این دفتر رو امضا کنه. استاد سبا بزرگ ما که در واقع بی‌نظیر بوده، ما آدم مثل سبا نداشتیم. این بی‌واسطه مرد معتاد هم بود، همه هم می‌دانستند که این استاد بزرگ بی‌نظیر پاش سوار اتوبوس بشه ساعت 4 صبح بیاد این دفتر رو امضا کنه که این 500 تومان رو بگیره. چه بی داشت آقا اینجا آقای فرانک سیناترا فکر نمی‌کنم احتیاجی به پول داشت. میرفت آقا برای مردم میخوند، در لاس وگاس میخوند، اینجا میخوند، اونجا میخوند، نات کینگ کول، تمام این بزرگان هنر این آمریکا. من برای مردم بود، آقا مردم علاقمند هستن، ما براشون میخونیم. این داستان ایبش چه چیزیست که محمودی خونساری در منتهای فقر زندگی میکرد با مادرش در یک بدروم در همون در فقر هم فوت شد. اینا حرفای بیهوده بیمعنی. بله که میرفتن در کاباره میخونه، بره در کاباره میخونه، تحریراش وارونه است. آقا بیاد ایشون مسئوله که بیاد توضیح بده ببینیم از نظر فنی تحریر وارونه چگونه است، بخونید ببینیم چگونه. اون آقای برومندم، اون ایشون هم از فرط حسادت این حرف رو زده که این تعلیماتش تکمیل نشد. آقا تعلیمات تکمیل شد چند سال پیشه، چند سال باید بیاد.
این هم از اون حرفای ارز کنم که بیهوده و بیمعنی است و در واقع این بزرگوار که ما براش بسیار احترام داریم برای آقای سایه و ارز کنم که همونطور که ارز کردم خداوند عمر ایشون را طولانی کناد، هر کس توده‌ای بود رفیق شفیق ایشون بود. آقا دکتر نیر سینا رو از رادیو انداخته بیرون که مسئول امر شعر بود، مرد دانا و ادیب بود، یه آدمی دیگری ورده که اصلا آورده گذاشته جاش که اصلا نمیدونه اصلا شعر چی هست. اسم این آقا هم از یادم رفت، یکی از هم جر جبونای آدم خندش میگیره که شما نیر سینا رو بیرون کنید کس دیگری بیارید، اصلا بیخبر خنده دار بود واقعا. این هم از داستان این کتاب مستطاب، دو جلد هم هست، خیلی هم سنگین و مثل این که سالها به مصاحبه گذاشته و اینها رو باید بیاریم، چون بسیاری خبر ندارن که آقا اوضاع چگونه بود و وضعیت و چه وجه بود و اینها. امروز گفتیم که بیایم خدمت شما و از شما بیاموزیم. این است که خطهای تلفن رو باز کنید سپر جان، زمینی که من سخن میگم هموطنان تشریف بیارن روی خط و اگر در باب این سخنانی که ما اینجا گفتیم و در این 20-15-16 سال اینجا گفته ایم، هر بحثی هست سخنی هست، ما در خدمتون حاضریم که با هم گفتگو کنیم. یک دوستی هم مصرانه میخواهد که ما در باب آقای آلبرت اینشتین صحبت. اجازه بدید تا یادم نرفته تشکر کنم از دوست نادیده و عزیزم آقای سهن فارغ التحصیل پلی‌تکنیک زوریخ هست، همون جایی که آقای آلبرت اینشتین فارغ التحصیل شد، و دوستش مایکل آنجلو. بله ایشون هر صورت که پدر و مادر آقای آلبرت اینشتین، اینا پدرش مهندس بود، وسایل برقی می ساخت، مثل اتوی برقی، اینم جاروی برقی و اینا، منطقه علم اگر درست گفته باشم، چون این زبان آلمانی هم سخت است، مکانهاش هم نامش سخت است. این بچه بود آلبرت، اینو گذاشته بودنش مدرسه، خیلی وقتا سر کلاس نمی رفت. از بدید یک تلفن جواب بدیم. درود بر شما، هموطن بفرمایید. درود بر فردوسی و مشیری. ها درود بر شما قربان، خواهش میکنم. استاد عزیز میخواستم اصلا خدمت شما میدونید، شما بهتر از من میدونید، در یک کشور دموکراتیک بر همگان است که در انتخابات شرکت کنن. بله. بعد من میخوام برم این کسانی که در به صلاح پارتی آقای دونالد ترامپ هستن و این همه بدگویی کردن از ایشون، اگه بخوان رأی اگه در رأی گیری شرکت نکنن که کار خلافه به اعتقاد من، اگه بخوان شرکت بکنن بخوان به این آقا رأی بدن. یعنی نکته بنده شما، من خواهش کنم، من قطع کنم شما پاسخ بدید. نکته بنده اینه که من میخوام عرض کنم خدمت شما که باید به صلاح حزب سالاری نباشه، بلکه من خودم شخصا دموکراتم. اگر آقای دونالد ترامپ اگر حزب دموکرات بود، من حتما به حزب مخالف رأی میدم. یعنی میخوام بگم که باید به ما به شایستگان رأی بدیم، نه به این که ما نگاه بکنیم ما طرفدار چه پارتی هستیم بخوام به اون رأی بدیم. اگه من عرضی ندارم، اگه شما فرمایشی نداری من از تلویزیون گوش کنم. من عرضی ندارم، شما امری نداری قربان. اینش قربان، من از تلویزیون گوش کنم. بسیار خوب، قربون شما. عرض میکنم که آمریکا دو حزب اصلی داره، حالا یه حزب مستقل هم هست که هنوز در نگرفته. واقعا سیاست های حزب دموکرات با سیاست های جمهوری خواهان کاملا تفاوت میکنه. دموکرات ها معمولا طرفدار میدل کلاس، طبقه متوسط و کارگران هستن، و عرض میکنم که رپابلیکن ها اینها بیشتر
طرفداران ثروتمندان بزرگ و اون یک درصدی که بالای جامعه همه چیز رو داراست، در واقع پشتیبان کارخانه های بزرگ اسلحه سازی و اینا هستن و توجهی به مینیمم ویج و مسائل در واقع تعاونی مثل فرض بفرمایید که سوشال سکیوریتی و عرض میکنم که بیمه عمومی و اینا نبودن. اینا بیشتر دموکرات ها به وجود آوردن از روزگار روزولت در جنگ دوم و بعد لیندون جانسون که اون هم دموکرات بود و بعد هم که بیمه عمومی آقای اوباما آورد. بیشتر از 30 سال من شاهد بودم این جنگ در آمریکا در گرفته بود، جنگ لفظی، و این مخالف بودن. آقا آمدن دموکرات ها گفتن این اسلحه ارتشی که برای کشتار جمعی ساخته می شود مثل مسلسل های AR-15 و اینها رو در دسترس آدم ها در واقع اگر می خواهید قرار بدهین سوابق اینها رو چک بکنید به مدت چنین و چنان، و رفتن نمیدونم چندین ساعت بس نشستن ولی اینا رأی نمیدادن، این آقای جمهوری خواه. بنابراین این دو تا فلسفه سیاسی کاملا جداگانه است. این است که شما مقصودتون از شایسته من متوجه نشدم، اما تا اونجا که به آقای دونالد ترامپ بربوده است، ایشان یک کاسب بیزنسمنه، در کار سیاست نبوده، هیچی راجع به دنیا نمیداند، حرفای زشت و بیهوده زیاد میزند، این رو مسخره میکند و اینا. فکر نمی کنم مردم آمریکا اعتماد کنن چنین کسی رو بفرستن به کاخ سفید. از اون سو خانم کلینتون هم بسیار دروغگو از آب در آمده، ضمن اون که بیل کلینتون یکی از بهترین رئیس جمهورهای آمریکا بوده و یک پدیده مثبتی است برای آقای کلینتون. اما به هر صورت 11% آمریکاییان به او اعتماد دارن و بیشتر نه. بله، نگاه کردم ببینم ساعت چند است برای پخش اخبار. این است که میفرمایید شایسته. خب اینها یک روندی داره، یک قانونی داره، هر کار در این مملکت با قانون هست. قانون انتخابات رو رعایت کرده آقای ترامپ، 16-17 نفر رقیب داشته، حرفای جدید زده و رأی ها رو آورده، حالا شده نماینده حزب جمهوری خواه، ضمن اون که 70 نفر از کسانی که در سیاست این مملکت دست داشتن و بسیار مجرب هستند در امر سیاست آمدند و گفتن ما جمهوری خواه هستیم، ما به این آقا رأی نمیدهیم، میت به خاطری که برای آمریکا نگرانیم، با وجود چنین شخصی در آمریکا و نیروهای اتمی آمریکا رو نمیشه از دست این آدم داد، این عصبانی میشه، پرخاشگره، چنین و چنانه، و اینها رو حتما تو اخبار شنیدید و اینها. و از صورت اینجا آمریکاست و اوضاع احوال چنین است. دوست عزیز بفرمایید قربان. درود بر شما استاد. درود بر شما قربان. استاد من یه 20 سالیه برنامه شما رو گوش میکنم، من افتخار پیدا کردم که با شما هم کلام بشم. به به به، افتخار ماست قربان. بفرمایید. دست خودم بود استاد، بقیه عمرم رو میدادم به شما مردم بتونن از شما استفاده بکنن، ولی حیف که دست خودم نیست. خواهش میکنم آقا، همینقدر که داریم کافیه. نه من شما به دست جامعه ما میخوریم، من اونقدر مفید نیستم ولی شما خیلی مفیدین. خواهش میکنم عزیزم، لطف دارین، قربونتون برم. بفرمایید. قبلا که با خزلی صحبت میکردیم من زنگ زدم، بعد گوشی رو نزینیم، نوبت من نشد. بله، ولی اصلا در استاد اینا در شأن شخصیت شما نیستن، اصلا با اینا هم کلام شیشون، من فقط اینو مقاسم عرض کنم. خواهش میکنم، خواهش میکنم، قد به شما دوست دارم، اینه حاضرم اگه میشد برای عمرو رو میدادم شما. قربونتون برم عزیزم، عمر شما و خود شما عرض کنم که مبارک باشه. من مرتب گوش میکنم، اون روزی که برنامه شما بوده دارم گوش. خیلی ممنونم، مرحمت فرمودید. خیلی روشن شدم، خیلی روشن شدم از شما، خیلی سپاسگزارم، کاش که میتونستم این کار بکنم. خواهش میکنم عزیزم، امیدوارم که عمر طولانی داشته باشید. قربون شما، خداحافظ شما. بله
بفرمایید قربان. ناخوشید، سلام از بکنم. سلام از ماست قربان، بفرمایید. روزتون بخیر. روزتون. قربان، میخواستم یک خواهش ازتون بکنم. شما که یه قسمتی از وقت این برنامه خودنو این امکان داره اختصاص بدید درباره قانون اصلی، یه مواد اصلی خودن اصلی، تمام چیزهایی که مشترک در تمام قوانین اساسی، که یه روزی شاید برای این مردم ما هم بخوره که این قوانین ما آنچنانه هست. شما یه برنامه بدید که راجب این یه قسمت از برنامه کنم یه زمانهای راجب این صحبت بکنید. قانون اساسی قدیم یا قانون اساسی جمهوری اسلامی؟ نخیر قربان، هم یه قانون اساسی کشورهای مترقی. آها بله بله، خیلی مفیده. بله کردم این کارو یه بار، هم در باب قانون اساسی هند هم قانون اساسی آمریکا صحبت کردیم. ولی بسیار بسیار فکر خوبی است. چشم، حتما حتما این کارو میکنیم. این چیزایی که به حساب الان با توجه به زمانی که گذشته الان آدم نگاه میکنه، مثلا حتی به قانون اساسی زمان مقامی که زمان مشروطیت بود و اینا رو وقتی بادم از توش میگه یه قانون در بیاری که مثلا به فرض در واقع مطبوعات چکیدهش و خلاصهش و مفیدش اینه دیگه، شاید در آینده یا هر زمانی حداقل اطلاعات آدم زیاد، اطلاعات مردم زیاد میشه راجع به این، مثلا یه بار راجع به مطبوعات و قانون اساسی مطبوعات رو توضیح داده بشه، آدم مثلا به مطبوعات باید اینجوری باشه، یا مثلا راجع به قوانینی که راجع به انسان‌ها، آزادی‌ها، حد و حدودش در قوانین مثلا امریکا یا جاهای دیگه کشور اروپایی اینا، و این به نظر من یه مقدار لازمه در این شرایط. البته اگر شما لطف بکنید یه همچین وقتی بذارید خیلی ممنون میشه. بسیار سپاسگزارم از شما. چشم، براتون آرزوی سلامتی دارم جناب و از علاقه‌مندان شما هستم. خیلی ممنون، وقت دارید. قربون شما، لطف فرمودید. ممنونم دوست عزیز. بفرمایید هموطن. سلام. که توی مشهد میخوان بخشنامه کنن که از این به بعد تو حمام‌های عمومی کسی آواز نخونه. ولی والا تا اونجایی که من شنیدم اونجا رو تبدیل کردن به روسبی خانه. یعنی من یه روز عرض کردم چند سال پیش که این لاس وگاس آخونداست. لاس وگاس هم اینن همینه، منطقه خوب درجات مدنیت از لحاظ فرایندکار با هم فرق میکنه. اونجا شنیدم آخوندها اینا در کار مچمیکین هستن، کار را آسان میکنن و بسیاری از اعراب منطقه برای همون کار سکس میروند در سر گور حضرت سامن الائمه، اونجا مدد طلب میکنن و همه چیز برایشون فراهم میکنن، سکس دست جمعی و غیره و اینها. اینا چیزهایی است که ما شنیده ایم و در بعض این جراید و اینها بعض عکس ها هم دیده ایم و شاهدان عینی هم برای ما از این داستان ها بسیار گفتن. حالا آواز خوندن در حمام نمیدونم، نشنیده بودم ولی خیلی جالب بود. بله اونجا مرکز فساده، مرکز خرافات و فساد. یک دوستی خیلی حرف قشنگی زدن دم این در، نمیشناختم، اولین بار بود دیده بودمشون. گفتن آقا من تا 6 ماه پیش به همه این چیزا اعتقاد داشتم، بر اثر سخنان شما ما همه اینا رو گذاشتیم کنار و چشم ما یک مرتبه باز شد به ایرانیت ما، به ارزش‌های خود ما اینها، و بیزار شدم. گفت که مادرم یا خالم خواسته بره مشهد، زنگ زده که دارم میرم مشهد، شما کاری ندارین چیزی اینها. گفتم بروید به توس و به حکیم توس بگویید ما از شما عذر می‌خواهیم که این عرض کنم که مؤمن رو، این سید رو در اینجا به خاک سپردیم، در خاک مقدس خراسان، و شما را آزردیم، ای استاد ما رو ببخش که چنین کردیم. حرف خیلی پخته و جالبی زد، از زبان خودش خیلی جالب تر بود. گفتم فقط
در گوش فردوسی از قول من این را بگوید. بله بفهم قربان. تیرم تو کف وقت شما بخیر. جناب مشیر، من یک سوال داشتم. شما که در زمان سعدی یا بعد از اون اشعار سعدی حتی در چین هم ملاحان چینی میخوندن، یعنی آیا به زبان فارسی میخوندن؟ آشنایی به زبان فارسی داشتن؟ همین سوال فقط داشتم شما. بله خیلی سوال جالبیست. مرسی، ممنون. خواهش میکنم. عرض میکنم که ابن بطوته یا بطوته، حالا بعضی وقتا بطوته نوشتن با ضم به، بعضی وقتا با فتح به، ابن بطوته عرض کنم یک سیاح خیلی دانشمندی بود. میگوید من به هند، به چین که رفتم دیدم ملاحان سوار قایقن، تعدادی ملاحان و شعر سعدی میخوانن و دم گرفتن. البته پارسی بوده، البته پارسی بوده. بله. و حافظ میگوید شکر شکر شوند همه توتیان هند زین قند پارسی که به بنگاله میرود. گسترش زبان پارسی بسیار زیاد بوده، بسیار زیاد بوده و نفوذ این زبان بسیار زیاد بوده. البته که به زبان پارسی میخوندن، یعنی اصل شعر سعدی رو ملاحان که به احتمال زیاد بازرگانان ایرانی بودند عرض میکنم که میخوندن. و خود سعدی 33 بار از خودش تعریف کرده در دیوان، در این بدین صفت، یکی از مواردش این است، بدین صفت که در آفاق سیت شعر تو رفت، نرفت دجله که آبش بدین روانی نیست. بله. بر کمال من و حسن تو نیفزاید کس، حد همین است سخندانی و زیبایی را. بله. دنبال کاروان ها. آقا سخن اگه سخن باشه و مستدل باشه یا هنری باشد، پا داره، بال داره، به اقصا نقاط گیتی پرواز میکنه. اما سخن اگه بیهوده باشه، با هزار بلنگو و با هزار تلویزیون و رادیو به جایی پرواز نمیکنه، همون در دهان صاحبش میماند. قربانت گردم. بله مورد حسادتی که میفرمودید، فکر نکنم کسی باشه که بر استادی پرویز یا حقیقی بخواد شک بکنه. بله. بزرگترین استاد ویولن ایران بود. بله. و در چند سال پیش در همین تلویزیون پارس یه ویولوزه که نمیخوام اسم ببرم مصاحبه ای داشت، با کمال بیشرمی گفت که پرویز یا حقیقی ویولن نمیزه، این سوهان به ویولن میکشه. و چقدر یک شخص باید کوتاه‌فکر باشه که برای پرویز یا حقی همچه حرفی بزنه. بله متاسفانه بودن دیگه. بله ممنون. امر دیگه ندارید؟ تشکر از لطفتون. قربونتون برم. عرض شود که در دانشگاه برکلی بچه های ایران یک جلسه گرفتن برای پرویز یا حقی، از یک کسی که یه دو سه تا ترانه هم ساخته بود دعوت کردن که بیاد اونجا. حالا همه منتظرن که اگه ایشون ترانه سرا بوده حتما یه خاطره چیزی از این هنرمند بزرگ بی نظیر که حقیقتا آدم نابغه‌ای بود پرویز یا حقی. رفته اونجا گفته که هنر پرویز یا حقی این بود که از هروئین رفت به تریاک. دو سه نفر پا شدن اومدن بیرون به من زنگ زدن، گفتن آقا این آقایی که از لس آنجلس آمده این رو گفته. تعجب کردم، بعد ایشونو دیدم گفتم آقا حالا ماجرا چی بود؟ آقای پرویز یا حقی آهنگایی که میساخت به ایشون نمیداد کلام بذاره روش، به جهت یک قولی اونجا نشسته بود که سالیان دراز بهترین ترانه های ایران رو، بیژن ترقی. خب تا بیژن ترقی است که به تو نمیداد که آهنگاشو بده تو خراب کنی،
اینم کینه کرده به پرویز یا حقی نهاده رفته، میگه که بزرگترین هنر پرویز یا حقی این بود که از هروئین رفت به تریاک. عرض کردم این عیب بزرگ ما همین هست دیگه. چه میشه باید گفت؟ که دو سه دقیقه دیگه هم وقت داریم با تا خلاصه اخبار. بفرمایید قربون. ایگل مظهر قدرت امریکاست. اگه خوب دقت کنیم یکی از این بالها دموکرات، بال دیگر هم جمهوری خواه. برای ما جهان سومی ها هیچ فرقی نمی کنه که بقول معروف چطوری این بال به ما حمله کنه. ما سیاست خارجی جمهوری خواه رو شما نگاه کنیم با دموکرات ها فرق نمی کنه. طرفداریشون از اسرائیل دموکرات ها خیلی قوی تر از جمهوری خواست. یا جنگ هایی که در 50 سال گذشته شروع شد بیشتر دموکرات ها انجام دادن جمهوری خواه. و آخرین جمله خدمتتون عرض کنم، ما دیگه پیر شدیم اینجا، مثل شما ببخشینا، بچه همون اینجا به دنیا اومد، دوام اینجا به دنیا اومد، منم اینجا خواهم مرد. متاسفانه من فکر میکنم که ترامپ رئیس جمهور آینده امریکا خواهد شد. روز خوبی داشته باشید. قربان شما. بله بله. بله ببینید داستان این هست که وقتی کسی رئیس جمهور شد، این رئیس جمهور سوگند یاد میکند که منافع ملی آمریکا رو صیانت بکن و قانون اساسی رو رعایت بکن. بنابراین اگر لازم بیاید جنگ میکنه، حالا دموکرات باشه یا رپابلیکن. اما این کاری که این پدر و پسر کردن در خاورمیانه، این بوش ها، این منتهای بیعقلی بود و در واقع نمیدونم چگونه اینو توصیف کنم که دو تا با آدم پیدا نمیشد تو این کاخ سفید، این همه مشاورین که بگوین آقا اینجا درست بشو نیست، این جنگ شیعه و سنی چنین و چنان است، اگر شما این ساختار دست خراب کنید و دست بزنید و چنین چنان کنید ممکن است که کار به خشونت بکشه و جنگ داخلی انجام بشه و اینا. بله در باب جنگ فرمودید، خب این باید بستگی به شرایط داره. در روزگار جنگ دوم وضعیت چنان شد که آقای روزولت که دموکرات بود مدت 12 سال رئیس جمهور باشه. این که آقای ترامپ رئیس جمهور میشه من تردید دارم، شایدم بشه، من یه تردیدی در این داستان دارم. بفرمایید هموطن. این آخونده، من از شهرندگان بیسایتون هستم، گفتیم که این آخونده جاده سازی کردن و برکشی کردن و این چیزا. یه داستان خیلی جالب براتون بگم. دو چیز دارم رفته بود ایران یکی دو سال پیش برگشت برام تعریف کرد، بسه کرموشاد. گفت که من حتی این کرموشاد نزدیک کرموشاد یک کوهستانی هست، اونجا جاده ای داره، اون بالا پرتگاه یه وحشتناک، هر کس فراتش نباشه با ماشین میره ته دره. بله. امسال رفتم دیدم به جاده کشیدن 4 لینه بیوتیفول، اصلا تعجب کرده بودم. بعد دیدم یه تابلوی بعد نوشته بود کربلا 300 کیلومتر. خب بله بله، کاری کردن برای اینکه بتونن نیروهای خودشون سریعتر برسونن به اونجایی که میخوان. قربان. بله همه اینا هست. اون بحث ما بحث چیز دیگری بود، به اونجا ما کشید. بله خیلی ممنون عزیزم. امری دیگر ندارید؟ ممنونم. هرچی ندارم رو ماتون میبوسم. قربون شما. هموطنان گرامی فکر کنم وقت پخش این خلاصه خبر شده. میریم و برمیگردیم حضور شما. هموطنان روی خط هستن تشریف داشته باشن تو برگردیم تو چند دقیقه دیگه. هموطنان عزیز، نگاهبان برنامه های سرزمین جاوید شما هستید. این مجموعه فرهنگی را
به طور مستمر یاری دهید. تلفن پشتیبانی 818-345-06-07. سپاسگزاریم. درود مجدد. چند هموطن هستن، لطفاً چند ثانیه تحمل بفرمایید. یکی اینکه یک آدمی هست بیچاره مریضه، عرض کنم پارازیت داد اینجا، این خیشانش و رفقاش به من زنگ زدن که چند بار بردنش بیمارستان روانی، بدبخت دیوانه است و مثل که دوا هم نمیخوره و عادتش میاد و پرت و پلا میگه. خداوند عرض کنم کمکش کنه و این دیوانگیش رو رفع بکنه. خب دیوانه بسیار هست، به هر صورت جایی که آخوند حکومت میکنه دیوانه. من شرز کنم خیلی عجیبه که مردم عاقل مونده. داشتم سپاسگزاری میکنم از دوست عزیزم سهند. سهند عرض میکنم که برای من اون رساله خودش رو فرستاد، بسیار بسیار تا اونجایی که من متوجه شدم زیبا بود، به سامان بود، با اینکه انگلیسی زبان ایشان نیست، آلمانی است، در واقع زاده آلمان هست. دوست عزیز من بسیار زیبا نوشته بودن، فصیح به انگلیسی خوب، و از شما سپاسگزاری میکنم که زحمت کشیدی سند جان، فرستادی این رساله خیلی خوبتونو. و سهند فرزند دوست عزیز من مظفر است که میشناسید شما ایشون رو، آقای رزاقی اینجا بودن. و مطلب دیگر این که پشتیبانان سرزمین جاوید که در اروپا هستن، من یک روز گفتم آقا خانم به آقا دفتر سرزمین جاوید و پیپل اینجا جاییست که شما میتونید که کنتریبیوت بکنید، اما بلون فرض بود که شما میدانید که دوست عزیز من مظفر آقای رزاقی سالیان دراز هست که این زحمت این کار رو کشیده و ایشون صحبت کردن، گفتن بعض هموطنان تردید کردن که شما چرا نام ما رو نبردید. اینا خواستم این توضیح داده باشم که آقای رزاقی دوست من سالها زحمت این کار رو کشیده و همچنان هم به این کار مشغول هست. ازشون سپاسگزارم و تبریک میگم هم به او و هم خانم محترمشون که فرزندان این چنین تربیت کرد. و در باب سند بعدم صحبت کنم. خب اجازه بدید که برویم ببینیم. جونم عزیزم، کنم یکی که محبت کنید در رابطه با نقش مان فارسی در اسلام توضیحاتی بدید. این سلمان فارسی رو جلسه پیش که ما خطا رو باز کردیم من توضیحات کافی دادم، این خیلی تکرار میشه. یک سوال دیگه بفرمایید. یه سوال دیگه حضورتون دارم. جونم، سوره نحل آیه 103، بله، که حالا اشاره میکنه که یه قسمتیش که کسی که پیغمبر اسلام رو از کفر نجات داد، یعنی قریش میگن یک عجمی بود، حالا نمیدونم شما قرآن اگه دم دستون باشه اینم محبت کنید یه توضیحی و ممنون میشم، حالا تو این برنامه یه برنامه دیگه باشه. قرمتون باشه. بله متشکرم ازتون. مرسی، خداحافظ شما. بله این عجمی مقصود همون سلمان فارسی است و در بابی مفصل به کرات و مرات صحبت کردیم تا اونجایی که اطلاع داشتیم، تا اونجایی که مورخان اسلام گزارش کردن. نقش بسیار مهمی این مرد داشته، چون از یک مدنیت بزرگی مثل ساسانی رفته اونجا و نزدیکترین کس شده است به، یا از نزدیکترین کسان به محمد، و آخر در حمله قادسیه هم آقا بوده اونجا و بعدم شهردار اونجا شده. در بابش خیلی صحبت کردیم. درود بر شما. سلام. راجب شاه سیاه صحبت کردن، شاه این کار کرد، این کار کرد، این کار کرد.
یک دفعه نمیره که شاه مشروطه سرطرتی که اختیار نداره حکومت کنه. اینه هیچ کس نگفت. خیلی متشکرم لطفتون. خواهش میکنم. چرا من عرض کردم و گفتند و بسیارانی عرض کنم که به ایشان گفتند و اخطار کردند. مهمترین اسنادی که در دست است دو نامه از مرحوم قوام سلطنه است که از فرانسه گویا نوشتند و مطلع کردند و اخطار دادند که اگر چنانچه پادشاه مشروطه وارد امور اجرایی مملکت بشود، مردم دربار رو مسئول می دانند و سرانجام ممکن است روزی برسد که از دورنمای وحشتزای آن قوام می گوید تن من می لرزد و آن روز همه چیز با هم سقوط می کند. یعنی کل داستان عرض می شود که با هم سقوط می کند و قوام خیلی خیلی از این داستان متوحش شده بود که این دخالت ها کار مملکت رو به انقلاب بکشاند. سال ها پیش از و دیگران همه گفتن بله، اصلا مقصود این بود که قدرت مطلقه پادشاه محدود بشود به قانون و پادشاه به عنوان یک سمبول در واقع باشد و سلطنت بکند و این بنگاه سلطنت محترمترین نهادهای اجتماعی در مملکت ما بوده که با وجود آمدن اعراب هم از میان نرفت و این بیگانگان هم که می آمدن با افتخار خود رو شاهنشاه می گفتند. بله، خدایگان شاهنشاه. و این دستگاه بسیار برای ایران مفید بوده و لازم بوده و از دست دادنش به خصوص در منطقه‌ای که ما هستیم و اینا لازم می بود، اما متاسفانه از میان رفت. طلا گرفتم توی المپیک. بله. فرمودن که ما نمیذاریم خون شهدا پامال بشه. خب واسم روشن کنید این طلا گرفتن چه رفتی به خون شهدا داره؟ اونایی که مدال نگرفتن یعنی خون شهدا پامال شده. این یک. بقیه آقایون که مدال گرفتن گفتم تقدیم میکنیم به مدافعین حرم. من میخواستم اینم اینو چه رفتی به هم داره یه توضیح بفرمایید. مرسی، خداحافظ. بله، عرض کنم اینا هم به هر صورت باید بگردن ایران و به اینا تحمیل میکنن. من فکر نمی کنم که ورزشکار راحت بگذارن و نترسه یا امید به چیز نداشته باشه نمیاد بگوید که ما این مدال خودم رو تقدیم میکنم به حضرت سامن الائمه. خب این ایران همون ایرانی است که بوده، این ایران همون ایرانی است که از 1948 وارد رقابت‌های المپیک شده. چطور شد که یک مرتبه چنین شد؟ به خاطر وجود این رژیم منحوس هست و این خرافاتی که از بام تا شام تبلیغ میکنه و اینا هم به صورت در این کشور زندگی میکنن و اگر موافقتی با رژیم نداشته باشند و البته مانع می شوند از فعالیت های ورزشی این ورزشکاران. خب مرد حسابی، مرد نیک، حداقل اینها رو مدالت رو تقدیم کن به مردم کشورت، نه به علی و اصغر و نمیدونم رضا و اینا. چه کاره بودن این آقا در این داستان ها؟ اینا جز مزاحم چیزی نبودن، اصلا چیزی نبودن، از بیخوبون چیزی نبودن، نزد اعراب هم که ارجی ندارن که. عزیزم، اینا که از اعراب بودن با کمال احترام عرض میکنم، شما تشریف ببرید اونجا بیستید، از این 1.5 میلیون 2 میلیون حاجی که میاد اونجا برسید آقا غیر از شیعیان، آقا شما مثلا حضرت ابوالفضل رو میشناسید؟ میگه آقا برو دنبال کار زندگی، ابوالفضل چیه، داستان چیه؟ اینا کسایی نبودن. یا اصغر رو میشناسید؟ یا قاسم رو میشناسید؟ میگن نه من نشنیدم. قاسم که جعفر صادق رو میشناسید؟ نه چه میدونم، من پرسیدم نمیشناسم. چند تنی ما پرسیدیم
از مسلمانان اهل تسنن در هندوستان بودن، ما اینا رو اصلا نمی‌شناسیم کی هست. اینا اسلام توجهش و تمرکز اسلام خداست اول و بعد رسول و قرآن و این حرفا. حتی این سلفی ها و به خصوص وهابی ها پیغمبر رو هم قبول ندارن، میگن که آقا پستی بوده ایشون. ما به پستی که اونقدر احترام نمی کنیم، بی احترامی هم به پستی نمی کنیم، اما پیامی آورده. این است که کار ما شیعیان هست متاسفانه. بله بفرمایید. اومدم از ایران بیرون بعد از این افتضاحی که آقای خمینی را انداخت اونجا. خلاصه یه مایه مذهبی داشتم. یه 10 سالی تو این کتابخونه ها مشغول تحقیق و بررسی شدم. یه کتابی هم به زبان انگلیسی نوشتم که اینجا نمیخوام اصلا تبلیغ کنم، ولی ادیان ابراهیمی رو که مقایسه میکنی افتضاح و گندش در میاد. یعنی از یه خدای ابراهیم چقدر تفرق فرمان و دستورهای متفاوت صادر شده. و واقعا یه حدود 30 سالی هم من سابقه کار حسابرسی داشتم که کارم مقایسه مطالب و ارقام بوده و نتیجه گیری از اونها، و به این نتیجه رسیدم که بجز یعنی صحبت و یه چیزای بی‌معنی هیچ دیگه تو این کتابا نیست، چه توراتش، چه بایبلش، چه قرآنش، چه نمیدونم این یکی اقدس، همش حرفای بی‌معنی، هیچ کدومش از سمت خدا نبوده. شما بخصوص در قرآن که حسابسازی بسیار عجیبی شده، یعنی یه مقداری حدود 28 سوره هست در قرآن که در افتتاح هر کدوم از این سوره ها یه حرفایی هستش، مثلا سوره بقره که میگه الف لام میم، یا سوره عمران که میگه الف لام میم دوباره. اینا رو گذاشتن که این لترالی که جمع میکنن اینا تقسیم بر 19 بشه، و اینا هیچی نیست که در زمان عثمان حساب سازی شده، تزیین شده قرآن، و بعد هم به این نتیجه رسیدن که بلکه در آینده روزی بشر خیال کنه این یک معجزه الهی بوده. نه، اینا یه چیزایی هستش که به جز حساب سازی در اون موقع که یه مش آدم های باهوش زمان عثمان جمع شدن و قرآن ها رو آتش زدن، یه قرآن درست کردن که اون هم به قول فرمایش جنابادی به قرآنی که در بعدن پیدا شده در عرصه در کجا بود فرمودید من یادم نیست، در یمن، در یمن که فیلمش هم در آلمان هست، به کلی متفاوت با اینا. من میخوام به مردم بگم که از طریق تلفن جنابادی اینا هیچ کدومشون کلام خدا نیست. ای مسلمان ها، این کتاب قرآن کلام خدا نیست، چرا توجه نمی کنید؟ این عدد 19 هم همون حروف بسم الله الرحمن الرحیم، موقعی که شما جمع بزنید بسم الله الرحمن الرحیم میشه 19، بعد میگن 19 فرشته حافظ جهنم. کدوم بهش، کدوم جهنم؟ شما بعد از فوتتون میرید به همون جایی که قبل از ازدواج پدر مادراتون بودین، یعنی عدم. اینقدر گوش ندید به حرف این حرف های چه مفهوم بیمعنی این مسلمان ها، به خصوص ایرانی ها، گول این آخونده رو نخورید خواهش میکنم. اینا همش حق بازیه. من خیلی متشکرم جناب مشیری از جناب عالی که واقعا باز میکنید ذهن همه رو. خیلی متشکرم. خدا حافظ شما. بله، این حق بازی 19 رو یک پاکستانی بود، اسمش فراموش کردم، سالیان پیش در تگزاس آمد و دید کارش درست نمیشه، 4-5 تا آیه از آخر قرآن اینا رو انداخت که این ریاضیاتش درست در بیاد. اینا مسخره بازی، اینا شامورتی بازی به قول معروف، اینا جعل و تزویر این حرفا. اینا برو به محتوا نگاه کن ببین چه میگه. عدد 19 یعنی چه؟ این کتاب پر است از تضاد و پر است از مغالطات و پر است از سخنان پریشان، واقعا سخنان پریشان که راه به هیچ جایی نمیبره.
و به هر صورت چیزی هم عرض کردم از آسمان با این نیامد. بفرمایید. چی میکنم عزیزم؟ فدای شما. بفرمایید. یه مشکلی، من معذرت میخوام، من جای شاگرد شما هستم. من یه خواهش رو از شما داشتم. جانم. خواهی مشکلی، ما شما رو خیلی دوست داریم. خواهش میکنم. دانشمند و فقیقی هستید. من یه خواهش ازت دارم و اون این هستش که خواهش میکنم مراقب سلامت خودت باش. خیلی ممنونم از شما. هستم عزیزم، هستم. یه دا آدم مذب خون نادان بی سواد بی فرهنگ بیان با اعصاب و روان شما بازی کنم فداد شد. شما یه جواهری هستی که نمونه پیدا نمیشه. ما خیلی دوست داریم. مخلص شما مذبیم، لطف دارین عزیزم. ممنونم شما. یه خواهش دیگه از شما داشتم جانم. آیا شما برنامه ای دارید که شاگرد هایی داشته باشید که مانند شما آدم های تحصیل کرده و با دانشی باشن تا ما بتونیم علاوه بر شما از اونها هم کمک بگیریم؟ نه خیلی ممنون، سوال دیگر نداره قربان. خیر، ما شما رو میگوتم. ممنونم از شما، خیلی لطف فرمودید عزیزم. خدا بیدارشم. قربان شما. عرض کنم که شما اصلا نگران نباشید دوست عزیز، بابت بعضی مطالب و مسائل تا اونجایی که به سلامتی هست ما در خدمتون فعلا هستیم. فکر میکنم که فعلا باشیم تا ببینیم بعد چه میشود. وقت ما هم همتنان به پایان رسید. با عرض پوزش از دوستانی که به خط ماندن، از توجه شما سپاسگزارم. از سپهر گرامی ممنونم که برنامه رو هدایت فنی کردن. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.